سلام، امروز هم با یه آموزش تئوری دیگه در خدمت شما هستم. میخوام راجع به علامت‌های ارزی صحبت بکنم که همون دیتا و بمولا هستن و تأثیرشون رو روی نوت هم بهتون توضیح میدم. توی این کلیپ با من باش تا کامل این مطالب رو یاد بگیری. خب دوستان، اینجا رو توجه بکنید. علامت‌های ارزی، ما یه علامت دیز داریم به این شکل و یک علامت بمول داریم به این شکل. دیز کارش اینه که نیم پرده صدای نوت رو زیرتر میکنه، بمول کارش اینه که نیم پرده صدای نوت رو بمتر میکنه. روی دسته گیتار اگر نوتی دیز بشه، ما به اندازه یک فرت اون نوت رو جلوتر میگیریم و اگر بمول بشه یک فرت عقبتر میگیریم. هر فرت روی دسته گیتار نیم پرده است. راجع به فواصل پرده و نیم پرده قبلا توی یه پست تئوری کامل توضیح دادم، حتما اون پست رو نگاه بکنید که این بحث رو بهتر متوجه بشی. حالا این علامت ها کنار یک نوت که قرار میگیرن، اون نوت رو تغییراتی درش ایجاد میکنن. مثلا فرض بکنید ما اینجا نوت فا رو داریم. نوت فا زمانی که کنارش علامت دیز قرار میگیره به این شکل، توی همون میزانی که فا هست، فاها دیز میشن. توی همون میزانی که علامت دیز کنارش اومده. و اگه بمول هم قرار بگیره، نوت بمول میشه. یعنی نیم پرده صدای نوت بمتر میشه. اما اگر این علامت دیز یا بمول کنار علامت کلید سول قرار بگیره و توی تمام خطا، یعنی کنار علامت سرکلید این علامت باشه که بهش میگن همون علامت سرکلید، تأثیرش رو مستقیما توی گام قطعه میذاره. یعنی که توی کل قطعه تمامی اون نوتایی که علامت دیز توی کنار، در واقع کنار کلید سول قرار گرفته، تمامی اون نوتا دیز میشه. مثلا اینجا روی خط پنجم حامل ما اینجا علامت دیز گذاشتیم، تمامی فا توی قطعه دیز میشه. یعنی گام قطعه جوریه که فا داخلش دیز. راجب گام شناسی توضیح خیلی مفصلی داره که توی دوره تئوری کامل راجبش من توضیح میدم. اگر دوست داشته باشی میتونی توی دوره تئوری شرکت بکنی. به همین شکل اگر بمولا هم اینجا قرار بگیرن کنار کلید سول، توی کل قطعه تأثیرشون رو میذارن. پس نتیجه گیریمون این شد، کنار خود نوت توی اون میزانی که هست دیز میشه، تأثیر میذاره، و کنار سرکلید توی کل قطعه تأثیر میذاره. اما یه علامت دیگه هم ما داریم که بهش میگن علامت بکار. شکلش اینجوریه. بکار کارش چیه؟ خونسا کردن دیز و بمول. کجا کاربرد داره؟ ببین، کاربردش بیشتر اینجوریه که مثلا زمانی که توی یه قطعه، گام قطعه ما جوریه که تمامی فاها دیز هستن، کنار یک فا به این شکل علامت بکار رو کنار فا قرار میده که توی اون میزان فا بکار بشه، یا اونجایی که هست فا بکار بشه و دیگه دیز نباشه. دقت داشته باشین که زمانی که کنار کلید سول گام قطعه ما جوریه که تمامی یک نوع دیز هست، مثلا فاها همه دیز هستن، کنار خود نوت فا دیگه نیازی نیست علامت دیز گذاشته بشه. پس کار علامت به کار خونسا کردن دیز ها و به ملاحظ و نوت رو به همون حالت طبیعی پیشفرض خودش برمیگردونه. خب البته ما علامت های ارزی دیگه هم داریم، مثل کرون و سوری، که اونا توی موسیقی ایرانی کاربرد داره که فواصل رو پرده داره و توی موسیقی غربی کاربردی نداره. حالا میخوام روی ساز بهتون نشون بدم که این دیز و بمول چطوری عمل میکنه. ادامه رو ببین. خب روی ساز دقت بکنید که فرض بکنید مثلا نوت سول رو من روی سیم یک گرفتم. خب اینم صداش. زمانی که علامت دیز کنار نوت سول قرار میگیره، من نیم پرده بعد جلوتر، یعنی یک فرت جلوتر رو بگیرم و سول دیز اینجا میشه. پس شد سول، سول دیز. یا مثلا نوت فا، فا، فا دیز. حالا برای بمول کردن، فرض کنید این نوت ره اینجا روی سیم دو من دارم به صورت بکار عادی میزنمش، بمولش میشه نیم پرده یا یک فرت عقبتر، ره بمول. یا مثلا اینجا لا، لا بمول روی سیم سوم، یا همین سولی که اینجا داشتیم، سول، سول بمول. جالب اینجاست که سول بمول و فا دیز هر دو یکی هستن، یعنی فا دیزش اینجا، سول هم بمولش اینجا. زمانی که اینجوری میشه، زمانی که دو تا نوت این شکلی داریم، یعنی فا دیز و سول بمول، دو تا نوت غیر همنام هستن ولی خب دقیقاً جاشون روی ساز یکیه، صداشون یکیه. به این نوت ها میگن نوت های آنارمویک.
خب فکر کنم دیگه کامل علامت‌های ارزی دیز و بمول رو یاد گرفتی و نحوه کاربردش هم روی ساز متوجه شدی. حالا من یه سوالی ازت دارم، کدوم نوت هستش که زمانی که کنارش این علامت‌ها قرار می‌گیره برات اجرا کردنش سخت‌تر و گیج کننده تر است؟ توی کامنت برام بنویس که توی آموزش‌های بعدی راجبش آموزش بدم و صحبت بکنم. اگه این ویدیوی آموزشی برات مناسب بود، حتما برای اون دوستاتم که علاقه‌مند هستن و یا توی حوزه موسیقی فعالیت می‌کنن بفرست که اونا هم بتونن از این مطالب استفاده بکنن.